روایت در مورد کودت های سه اسفند 1299 بسیار آیا کودت های انگلیسی بود یا ایرانی بود؟ آیا دولت انگلستان از آن خبر داشت یا تنها محافلی در سفارت انگلستان از اون باخبر بودن؟ اگر انگلیس از اون باخبر بود آیا به معنی اینه که این کودتا ها برنامه ریزی انگلستان بوده؟ یا تنها اونا تایید کردند یا تنها اونا همراهی کردند؟ آیا گروه های دیگری در ایران بودند که خواستار کودتا باشند؟ روایت رسمی از کودت های سه اسفند 1299 خیلی سرراسته راسته. قرارداد 1919 برای استعمار ایران موفق نشد. انقلاب بلشویکی شد. انگلیس ها تصمیم گرفتند یک کس رو بذارن رأس حکومت ایران که بتونه مثلا خواسته دولت فخیمه انگلیس رو اجرایی بکنه از طرق نوکر قدیمیشون سید زیادین تبا و یک قزاق جاه طلبی حکومت مشروطه رو برانداختن از اول هم میدونستن که میخوان مثلا این قزاق رو رزاخان رو بکنن سردار سپه بعدش هم میشه شاه بعدش هم دیگه نوکر ما خواهد بود اما باید بگم که روند رویدادها این روایت رو تایید نمیکنه. در مقابل هم یک روایت دیگه ای داریم بهشون بگیم روایت پهلوی گرایان دنبال اینن که یک سکه تازه ای رو ضرب کنند دنبال به نظرم میرسه در واقع به دنبال یک چکمه پوشی هستند که به همون نسبت بتونن دوباره شاید با کودتایی دوباره ایران رو به مسیر بگمان اونها توسعه و تجدد بندازن رضاخان و کودتای سه اسفند از دیدگاه اونها یک ققنوسیه که ایران رو از آتش جهل و جنون بیرون آورده به دوران نوین رهنمون کرده البته قبول دارم رضا شاه به گفته اون نویسنده فرانسوی یک فنومنه یک پدیده است و قبلا هم گفتم و هم میگم که شخصیتیه که تاریخ ایران رو به قبل و بعد خودش تقسیم کرده از این شخصیت ها زیاد نیستن در تاریخ شخصیت هایی که بتونن دوران رو به قبل و بعد خودشون تقسیم کنند اما این روایت پهلوی گرایان هم به نظرم درست نمیرسه شاید خود رضاخان سالی پیش از اون کودتا خودش هم نمیدونست که چه سرنوشتی در انتظارشه روایت ها فقط این دوتا نیستند سایت بی بی سی فارسی پنج تا روایت مختلف رو خب بر می شماره روایت اول قذاقی گمنام و افسری انگلیسی که میداندار میشه به نام آیرون سایت و اینها با هم یک کودتایی رو بدون اطلاع دولت انگلستان انجام میدن روایت دوم یک کودتای انگلیسی برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در ایران روایت سوم کودتای ایرانیه و خب این کودتای ایرانی همراه میشه با بسلا همراهی و همدستی انگلیسی ها به دلیل منافع مشترکشون روایت چهارم اینه که انگلیسی ها به دست سیاست مداری انگلوفیل به نام سید زیا که دست نشانده اونها بود یک کودتایی رو انجام میدن و روایت پنجم اینه که کودتای انگلیسی برای اجرای معنویات دولت فخیمه انگلستان انجام میشه این روایت رسمی جمهوری اسلامیه تنها چیزی که راجع به اون اتفاق نظر وجود داره خود لفظ کودتاست بیاییم شرایط ایران رو در اون دوره مرور کنیم شاید از این طریق بتونیم درک بهتری از وضعیت داشته باشیم ایران اشغال شده طی جنگ جهانی اول محل دخالت محل لشکرکشی های نیروهای متخاسمه با اینکه اعلام بیطرفی کرده ولی روس و انگلیس اصلا نیروی نظامی در کشور دارن روسیه به بهانه مقابله با عثمانی شمال ایران رو اشغال کرده بریتانیا هم به پشتوانه پلیس جنوب یا آنچان که خود انگلیسی ها می گفتند ساوف پرشا رایفلز به اختصار اس به معنی تپانچه داران جنوب ایران تمام مناطق جنوب ایران رو از کرمان تا شیراز تا مناطق نفتی در خوزستان در تسخیر خودشون دارند تنها مناطق مرکزی که حکومت قاجار کمی روی اون نفوذ داره چون که در ویدیو قبلی هم عرض کردم خدمت شما حتی بیم اون میرفت که روزها به تهران هم بیان پای تخت رو هم اشغال کنن برای همین دولتیان میخواستن که پای تخت رو از تهران به اصفهان منتقل کنند که احمد شاه در آخرین روزها به دلیل ای که از روزها میگیره منصرف میشه این تصمیم به تغییر پای تخت و انصراف از اون تقریبا یک ماه قبل از کودتای سه اسفند انجام شد در مورد قهدی بزرگ قبلا ویدئوی درست کردم قهدی که به دلایل مختلف به دلایل داخلی و خارجی خب منجر به مرگ میلیون ها نفر در ایران شد همه گیری بیماری هایی مثل وبا مثل حسبه مثل تیفوس اینها هم دست به دست هم داد منتهی شد به مرگ های باز هم بیشتری اوزا ناب نابسامان بود نیروهای مرکز گریز هم از این وضعیت استفاده کردند با دیدگاه های مولیک و توایفی که داشتند امنیت مردم رو بیش از پیش تهدید می کردن. جنگل، نارضایتی در خراسان، نیروهایی در آذربایجان، شورشهایی در کردستان و لرستان. از استقرار مشروطه در مرداد 1285 تا اسفند 1299 51 کابینه در ایران مستقر شد و سقوط کرد یعنی هر سه ماه یک کابینه خطر بلشویک ها بسیار نزدیک بود در میانه جنگ جهانی اول انقلاب لنین هم پیروز شده بود در سال 1917 با پیروزی بلشویک ها انگلیس مناطق تحت تصرف اونها رو هم در شمال ایران تسخیر میکنه در این شرایط که دولت موقتی از سیاسیون ایران برخی دموکرات مثل عبدالحسین میرزا فرمان فرما مثل نجف قولی سمسام و سلطنه مثل سپهدار تند کابانی و برخی مثل این دوله جز نیروهای استبداد یک دولت در سایه تشکیل میدن یک دولت موقتی تشکیل میدن و اول به قوم میرن بعد به اسپان میرن بعد به عراق و بالاخره به کرمانشاه میرن و خب یک قوایی رو یک قوای نظامی رو موسوم به گارد ملی ترتیب میدن یک دولت موقتی که در کرمانشاه ریاستش با رزاقلی نظام و سلطن است تشکیل چنین دولتی در کرمانشاه استرار شرایط رو خب قشنگ نشون میده بنده میخوام در ویدئوی بعدی به این دولت موقت بپردازم من برای این ویدئوی بعدی رو هم از دست ندید در این شرایط در همه محافل سیاسی حرف از کودتاست حتی بیش از اون که کودتای سی اسوند برنامه ریزی بشه حتی قبل از اینکه روح انگلیس از چنین کودتایی و چنین خواستی خبردار بشه در محافل سیاسی در محافل... ادبی مردم معمولی حتی سخن از کودتا است سخن از کسیه که بتونه به صورت منجی ظهور بکنه و این شرایط بی ثبات رو پایان بده این خاص رو شما در اشعار اون زمان و ادبیات اون زمان ادبیات نصر اون زمان میتونید به ایان ببینید خیلی آشکاره سید زیادین تبا تبایی. حتی قبل از اینکه جنرال آیرون ساید به سراغش بره به فکر کودتا بود برای این هدفش هم دنبال کسانی بود در جاندارمری دنبال یک قوای نظامی میگشت در جمع های دیگر هم خب سخن از کودتا در میان بود حسین مکی مثلا در تاریخ 20 ساله ایران میگه همه در فکر کودتا بودند. مدرس برای کودتا نقشه میکشید سردار اسعد بختیاری و عده سوارانش خب جمع شده بودند ناصرالدین سالار معروف به سالار جنگ تفنگچی چی جمع میکرد کودتاچیان وضعیت همدیگر رو هم رصد میکردند مراقب همدیگه بودند ملک و بهار مثلا میگه مرحوم مدرس به خود من گفت ملک و داره میگه به نقل از اونه که رضا نزد مدرس رفته گفته چند وقت قبل من با وسوق و دوله صحبت کردم او توجهی به من نکرد حاضرم با شما کار کنم هم دست و هم داستان شویم بر این اوضاع خراب خاتمه دهیم به گفته دکتر لطف الله آجودانی اینکه بخوایم طرح چنین کودتایی رو کاملا پرداخته شده و اجرا شده توسط انگلیس و عوامل انگلیس بدونیم ناشی از بدفهمی مدارک چین چیزی رو نشون نمیده کودتای سوم اسپند ناشی از شرایط داخلی ایرانه که در اون خواست محافلی در انگلستان هم دیده میشه که با دیدگاه نیروهایی در ایران منطبق شده شرایط نوع استعماری که ایران در اون ورود کرده بود و هزینه های گذاف جنگ جهانی اول به انگلستان اجازه نمیداد که نیروهاش رو بخواد در ایران بگذاره بعدش هم خب انقلاب بلشویکی پیروز شده بود قرارداد 19, 19 عملا خب رو هوا بود کملا یکون بود به قول آخونده مزاح بر اینطور این نیست که نیروهایی در انگلستان در وزارت امور خارجه بنشینند برنامه دقیق کنند با انتخاب دو نفر به نام های سید زیادین تبا طبع و رضاخان میر پنج راه رو برای اونها باز بکنن البته گفتم محافلی این ایده رو در سفارت انگلستان دنبال میکردن در ایران به گفته دکتر آجودانی بیشتر نشان از همراهی انگلستان رو میتونیم با برنامه کودتا ببینیم تا برنامه رزی اونها رو همین استدلال موافقان اینکه کودتا انگلیسی بود رو در مورد انقلاب مشروطه همیشه هم داشت آیا همراهی سفارت انگلستان در بسنشینی بزرگ سفارت که به پیروزی یک انقلاب ملی منتهی شد و حمایت زبانی اونها از این انقلاب نشان از انگلیسی بودن انقلاب مشروطه داره در اینجا باز هم میتونم بگم که خواست ملت ایران با خواست انگلیس منطبق شد و به نظرم در بازخونی تاریخ نباید آدم ها رو پدیده ها رو کشور ها رو به مثبت و منفی خوب ها و بد ها خیر و شر تقسیم بکنیم یک شخصیتی یک کشور یک سیاست حتی در یک دوره خیلی کوتاه هم ممکنه بارها و بارها تغییر جهت بده در خود انگلستان هم در محافل وزارت امور خارجه بعضی موافق کودتا بودند برخی مخالف بودند به گفته دکتر آجودانی نه وزارت مستعمرات بریتانیا نه فرماندهی کل هند شرقی و نه وزارت مور خارجه بریتانیا در طراحی و وقوع کودتا نقش نداشتند در اینجا البته کستند محافل انگلیسی یک نفر مشخصا انگلیسی به نام آیرون ساید بسیار بسیار نقش فعالی داشته جنرال آیرون ساید که به ایران اومده بود خب مورد حمایت وزیر امور خارجه انگلستان لورد کرزن بود جالب این که لورد کرزن در اون دوره مخالف کودتا بوده اما به نظر میرسه آیرون ساید به همراه وزیر مختار اون زمان انگلستان سر پرسی لورین به صورت فعال مایشا با نیروهایی در ایران همراه شدند. جنرال آیرون ساید در خاطرات خودش و خاطرات خصوصی که منتشر کرده کاملا بیان میکنه که او جنرال آیرون ساید بدون اطلاع وزارت امور خارجه لورد کرزن یا نورمن به تنهایی خب اقدام به تجهیز قذاقهای ناراضی کرده همچنین باید بگم که لورد کرزن شخصا با سید خصومت داشته ژنرال آیرون وقتی به ایران میاد که خب انقلاب بلشویکی پیروز شده نیروهای روس باید از ایران خارج بشن نیروهای قذاق از فرماندهان روس خودشون ناراضی هستند قذاقخان هم واقعا نیروی نظامی ورشکسته در اون دوران نیروی نظامی قدرتمند اون زمان پلیس جنوب که در دست بریتانیایی هاست و ژاندارمری که یک نیروی مرکزی به ایرانیه اردشیر ریپورتر یک هندی زرتشتی تبار اونجا بهشون میگم پارسی در خاطرات خودش تاکید میکنه که خودش اردشیر ریپورتر اسم اصلیش اردشیر جی. او رضاخان رو به آیرون ساید معرفی کرده در نامه سر پرسی لورین هم به لورد کرزن میخونیم که اون رضاخان رو مردی درستگار مردی با ارزه و توانمند معرفی کرده که دشمن انگلستان هم نیست انگلستان بخشی از مقدمات کودتا رو فراهم میکنه اسباب ارتباط و آشنایی رضاخان و سید زیار رو ایجاد میکنه روند کودتا به این صورته که ابتدا روزها از ایران اخراج میشن در این زمان رضاخان فرماندهی نیروهای قزاق رو به دست میگیره ملاقاتی میان رضاخان و آیرون ساید در 23 دیماه ماه 1299 در گراند هتل قزوین برگزار میشه در اون دیدار دو قول از خان گرفته میشه یکی اینکه نیروهای انگلیسی رو از پشت مورد حمله قرار نده دیگر اینکه پس از ورود به تهران شاه رو به هیچ وجه از سلطنت بر نداره قول اول این ادعا رو که رضاخان از عوامل انگلیس بوده رد میکنه عوامل اصلی کودتا پنج نفر هستند سی زیادین تبا تبایی. که آشکارا گفته بود که من انگلیس رو به روسیه ترجیح میدم برای ایران انگلیس رو بهتر میدونست رزاخان میر میرپنج که خب یک افسری بود قذاق توانمند که وصف او رو در ویدئوی میر میرپنج گفتم سرگرد مسعود خان کیهان از افسران ژاندارمری از نیروهای بریگاد ملی در کرمانشاه که علیه روزها و انگلیس هر دو جنگیده بود افسریه که نمیتونیم به هیچ وجه اون رو نیروی خارجی بدونیم وابسته به انگلستان یا روسیه یا هر چی یک نیروی ملی بوده نفر چهارم سرهنگ امیر احمدیه که بعدا اولین سپه بود ایران میشه کاظم خان سیاه که بعدا سرهنگ میشه بعد از کودتا که در قشون عثمانی در بغداد علیه انگلیسی ها جنگیده بوده اینها در انجمنی که اسم اون میشه کمیته آهن یا کمیته زرگنده جمع می شدند و خب برنویز می کردند تا کودتا رو اجرایی کنند در شب جمعه سیوم بهمن حرکت افراد عادی به تهران ممنوع میشه. دو هزار نیروی قذاق از همدان به فرماندهی رضاخان که در قذوین اردو زده بودند به همراه 100 تا ژاندارم به سمت به تهران حرکت می کنند همراهشونم هم یک قبض توپه فرماندهی این توپ با امیر احمدی سرهنگ امیر احمدی که اینها با همدیگه به کرج وارد میشن روز یک شنبه این لشکر در حومه تهران هستند در مهرآباد که اون زمان خب حاشیه تهران بوده خب الان وسط تهران تقریبا در اینجاست که تعدادی از نیروهای سیاسی برای مذاکره با این کودتاچیان میان که البته مورد استقبال قرار نمیگیرند مذاکره با اونها به سرانجام نمیرسه نیروهایی مانند عبدالحسین میرزا فرمان فرما معین الملک نماینده شاه علی و سلطنه سمیعی نخست وزیر و جالب اینه کلونل هایک و کلونل هاتسون از سفارت انگلستان خب برای مذاکره میان و اونها رو انگار میبرند یک طبیله مانندی که اونجا رضا شاه رضا خان در واقع به همراه سیدزیا نشسته و باشون خیلی خیلی سرد برخورد میشه ساعت هفت و عصر یک سری از پیش قراولان کودتا از درواز قزوین وارد تهران میشن و خب یک مدت بعدش اندکی بعد باغ ملی که محل استقرار قزاق خونه در تهران بوده تصرف میشه اینطوری کودتای سه اسفند به نتیجه میرسه در آینده به شرایط پس از کودتا و شخصیت های سیاسی که دستگیر شدن هم خواهم پرداخت بعضیشون واقعا به طرفداری از انگلستان شهرت دارند نصرت و دول فیروز 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 بهش میگفتند پسر عبدالحسین میرزا فرما, فرما فرما یکی از اینها بود که شهرت داشت به طرفداری از انگلستان که از بانیان قرارداد 19 19 بود او و پدرش عبدالحسین میرزا فرمان فرما هر دو بعد از کودتا دستگیر میشن و کسان دیگه ای هم هستند که در آینده در ویدیوهای آینده به اونها یک به یک خواهم پرداخت این بود ویدیو امروز ما دوستان نقد و نظر و کامنت فراموش نشه تا ویدیو بعدی در پناه خرد مواظب خودتون باشید